از جنایت‌های وحشتناک این آدم الهام گرفتند برای ساختن سه تا فیلم به اسم روانی، سکوت بره‌ها، قتل عام با اره برقی در تگزاس. این سه تا فیلم رو ساختن انقدر که کارایی که این آدم انجام داده وحشتناک و عجیب بوده. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ همینطور که همتون میدونید خانواده ی الفو داره روز به روز بزرگتر میشه و هیجان من برای ساختن محتوا برای شما هم بیشتر میشه. اول تشکر کنم از همتون، خیلی عاشقتونم، مرسی واقعا. وقتی میام هر روز میبینم که کلی کامنت های قشنگ گذاشتین انرژی میگیرم و از این طرف هم مسئولیتمون داره بیشتر میشه برای اینکه بتونیم محتوای خوب برای شما تولید کنیم. من و امیر هر روز در حال پیدا کردن داستان‌هایی که واقعی باشه، هیجان انگیز باشه و مثل دیدن فیلم ترسناک براتون جالب باشه داریم پیدا می‌کنیم و سعی می‌کنم زیاد درباره افسانه‌ها و چیزایی که غیر واقعی صحبت نکنم و بیشتر تمرکزمون رو بذاریم روی داستان‌های واقعی، چون به نظر خودم هم اینجوری هیجانش خیلی بیشتره و آدما بیشتر دوست دارن که داستان‌های واقعی رو بشنون. یه داستان خیلی جالب و خیلی متفاوت از چیزایی که تا الان براتون تعریف کردم امروز قرار براتون تعریف کنم. خب بریم که من یه خلاصه ای از داستان رو بهتون بگم و بریم داستان رو تعریف کنم. داستان امروز درباره یه پسریه که دوست داشته جنسیتش رو تغییر بده و طی یه سری اتفاقات باعث شده که این به این علاقه برسه که اصلا جنسیتش رو بخواد تغییر بده. خیلی آدم عجیب و مرموزیه و کارایی که میکنه اصلا به عقل هیچ کسی نمیرسه، یعنی از درک آدمیزاد خارجه. آزمایش کردن روی اجساد و تو این قضیه حتی به خانواده‌اش هم رحم نمیکنه. و جزئیات داستانش که حالا همجور که پیش میریم و براتون تعریف میکنم متوجه میشین که یه آدمیه که کاملا اختلال روانی داره و این اختلال روانی به یه شکلی داره خودشو نشون میده که هر آدمی این جریانو بشنوه واقعا تعجب میکنه که چطور به ذهن یه انسان میرسه که این کارا رو انجام بده. بریم که کل داستانو براتون تعریف کنم. داستانی که میخوام براتون تعریف بکنم یه پرونده جناییه که توسط چارلز، یه مجری قانون و یه کارآگاه خصوصی نوشته شده و توی سال 2019 بوده، موقعی که پلیسا برای پیدا کردن یک زن میرن توی یه محله کوچیکی به اسم پلینفیلد. فکرش هم نمی کردن که با گشتن توی اون محله یه سری پرونده های خیلی وحشتناک جنایی هم باهاش روبرو بشن که قبلن کاملا این پرونده ها بسته شده بوده و هیچ نتیجه ای نداشته و با گشتن دنبال این زن یه سری پرونده خیلی جدید پیدا می کنن که توی اون شخصیت اصلی قصه ما یعنی ادوارد و همدستش می رفتن سراغ.
باهاشون درباره گناه و درباره زنان، درباره شرارت‌های جنسی زنان صحبت میکرد و توی اوقات فراغتشون هم میگفتش که شما بیاین بشینین، من براتون انجیل میخونم و شما به حرفای من گوش بدین. و این بچه ها توی همچین شرایطی بزرگ شدن. ادوارد از همون اوایل یه سری حالات زنانه داشت، ولی همیشه این حالتاشو از خانوادهش پنهون میکرد، اونم به خاطر مادرش بود. و وقتی 34 سالش شده بود و دیگه بزرگ شده بود، پدرش رو به خاطر اینکه معتاد به الکل بود از دست میده و 4 سال بعدش هم برادرش هنری رو توی یه حادثه از دست میده و حالا مسئول نگهداری مادرش بود. در واقع اون مادر سلطه‌گر رو باید نگهداری میکرد و تا پایان عمرش هم از مادرش نگهداری کرد و در نهایت مادرش فوت شد و به مرگ طبیعی مادرش رو از دست داد و حالا دیگه تنها شده بود و توی اون مزرعه و توی خونه‌ای که زندگی میکردن تنها بود. میاد تمام اتاقها رو دراش رو میبنده، تمام محیطهایی که خانوادش زندگی میکردن توش رو میبنده به جز یه اتاق و همونجا فقط میمونه و دیگه کار هم نمیکنه، به خاطر اینکه طبق حالا بیمهی که پدرش و مادرش داشتن یه حقوقی رو دریافت میکرده و با یه سری کارای دستساز سنتی هم درآمدش رو میگذرونده و نیازی نداشته که کار بکنه. خب حالا میخوام درباره یه فانتزی جنسی ادوارد باهاتون حرف بزنم که این یه آدم بسیار وسواس و یه سری فانتزی‌های جنسی داشت که و تمام مدت رو میشست راجب زنها مطالعه میکرد، راجب آناتومی بدنشون و همونطور هم که بهتون گفته بودم از اول حالات زنانه داشت. و وقتی میشینه درباره اردوگاه‌های نازی میخونه که روی بدن آدم‌ها آزمایشات انجام میدن، احساس میکنه که خیلی به این کار علاقه داره و دوست داره این کار رو امتحان کنه و با فانتزیای جنسی ذهنش خیلی جور در میومد این قضیه و تصمیم میگیره به یکی از دوستاش، یعنی تنها دوستی که داشت در واقع، یکی از دوستای قدیمیش که اسمش گاس بود، به اون هم توضیح بده که بگه میخواد این کار رو انجام بده و متاسفانه دوستش هم قبول میکنه و اونا شروع میکنن روی اجساد کار کردن. و عجیب ترش اینه که با اولین جسدی که شروع میکنن جسد مادر ادوارد بوده. ادوارد و دوستش طی 10 سال به این کار وحشتناکشون ادامه دادن و شروع کردن روی اجساد کار کردن و خیلی عجیب بوده که تا این 10 سال هیچ کسی سر در نیاورده بوده از کارای اینا و می اومدن خیلی تمایل داشت که زن باشه و می اومد از اندام‌های اجساد استفاده می کرد و برای خودش در واقع یه جور لباس جنسی، یه جور ماسک جنسی درست می کرد و ماسک صورت درست کرده بود از پوست واقعی اجساد و از اونا استفاده می کرد. یه لباس کاملا بزرگ و سرهم درست کرده بود از اعضای بدن آدم های واقعی که مرده بودن که اونا رو می پوشید و یه سری کارای روانی بسیار عجیب که واقعا تصور کردنش هم آدم آزار می ده. و دوستش گاز هم توی تمام این مراحل اونو همراهی میکرد و توی این 10 سال همراهش بود و کمکش میکرد. ادوارد و دوستش بعد از یه مدت احساس کردن برای کامل کردن این کلکسیون عجیب غریبشون نیاز به
اجساد تازه تری دارن و با اجسادی که خیلی وقت مردن کارشون را نمیفته و خیلی بد بود که میرن که اولین قتلشون رو انجام بدن و توی یه قمارخونه میرن سراغ یه زن و اونو میکشن و چیزی که نوشته شده گاس توی کشتن آدم‌ها دخالتی نداشته و ادوارد به تنهایی این کار رو انجام میداده، آدم‌ها رو میکشته و میآورده و توسط دوستش گاس با هم دیگه از اعضای بدن اونا استفاده میکردن برای درست کردن چیزای عجیب غریب و همه اینا رو توی خونش نگهداری میکرده و چون ظاهراً آدم خیلی موجهی بوده هیچ کس بهش شک نمیکنه، حتی سر اولین قتلی هم که انجام میده کسی متوجه نمیشه که حتی ممکنه 1% این قتل توسط ادوارد انجام شده باشه، چون یه آدم کاملا موجهی بوده و توی جایی که زندگی میکرد هیچ کس تصورش هم نمیکرد که ادوارد بتونه همچین کارهای وحشتناکی انجام بده. توی سال 1957 ادوارد میره سراغ یه مغازه ابزار فروشی که بارها رفته بود اونجا و صاحب اونجا یه زنی بود به اسم برنیس که کاملا ادواردو میشناخت و اصلا ازش نمیترسید، به خاطر اینکه 1000 بار تا حالا ادوارد اومده بود از اونجا خرید کرده بود و اصلا هیچ نگرانی نسبت به ادوارد احساس نمیکرد. و وقتی ادوارد میاد توی مغازه شروع میکنه حالا ور رفتن با وسایل و بعدش هم تفنگشو در میاره، اون فکر میکنه که خب داره مثلا تفنگشو تمیز میکنه یا مثلا داره با وسایلش برمیره و اصلا شک نمیکنه به ادوارد که احساس خطر کنه بخواد فرار بکنه و خیلی راحت ادوارد شلیک میکنه و اون زن بیچاره رو هم میکشه و با کامیونی که توی همون فروشگاه بوده و برای اون فروشگاه بوده جسد این زن بیچاره رو با خودش میبره خونش. و وقتی پسرش میاد میبینه که مادرش توی مغازه نیست میره به کلانتره محل خبر میده و کلانتر وقتی میاد توی محل میبینه که خون یه آدمی روی زمین ریخته شده و مادر این پسر هم نیست و وقتی شروع میکنه به گشتن به هیچی دست پیدا نمیکنه و با خودش میگه که خب حالا بذار برم تنها آدمی که داره اینجا زندگی میکنه هم در واقع ادوارد رو هم بهش یه سر بزنم و اصلا فکرشو نمیکرده که کار ادوارد باشه و خیلی ناگهانی میره سراغ ادوارد. کلانتر وقتی میره سراغ ادوارد نزدیکی‌های خونش ادوارد رو پیدا میکنه و با چند تا کلمه صحبت کردن متوجه میشه که ادوارد داره یه چیزی رو قایم میکنه و میره سراغ سوله‌ای که به گفته خود ادوارد اونجا کار میکنه، میره ببینه که چه چیزایی میتونه پیدا کنه و وقتی مشعل روشن میکنه توی تاریکی جسد برهنه برنیس رو میبینه که افتاده و سرش و گلوش نیست و اون جسد رو به صورت وارونه آویزونش کرده بودن و گردنش و سرش نبود و معلوم نبود که با بقیه جسد چی کار کرده بود و میره سمت خونش و با صحنه‌ای مواجه میشه که خیلی وحشتناک بوده و میبینه که کلی اجزای بدن توی خونه ادوارد وجود داره. کلانتر میبینه توی خونه خیلی چیزای عجیبی وجود داره، مثل کاسه هایی که با جمجمه انسان ساخته شده بودن و جواهراتی که با پوست انسان و با اعضای بدن انسان درست شده بودن و یه لبهای آویزون از جاهای مختلف خونه و یه ظرفی رو پیدا میکنه که توش یه سری از اعضای بدن که رنگامیزی هم شدن توی اون جمع‌آوری شدن که یه بخشیش اعضای بدن مادر ادوارد بوده و عجیب‌تر از همه اینکه می‌بینه قلب مادرش رو روی گاز گذاشته و داشته دیگه یواش یواش به آدمخواری می‌رسیده و تو این سالا این کارای وحشتناکش به آدمخواری هم رسیده بوده
و میبینه یه سری صندلی و یه سری وسایلی که روکششون همه با پوست انسانن و چیزی که خودش تعریف میکرده میگفته من با عجیب ترین صحنه زندگیم روبرو شدم اون شب. این قاتل وحشتناک که حتی با صورت آدم ها ماسک درست می کرده و همشون هم از کسایی استفاده می کرده که جنسیت زن داشته باشن، در نهایت دستگیر میشه و توی یه بیمارستان روانی میمونه تا آخر عمرش و توی 87 سالگی بر اثر سرطان میمیره. و چیزی که برای من همچنان عجیبه اینه که چطور آدمایی که اینقدر کارای وحشیانه انجام میدن و نمیکشن و زنده نگهشون میدارن، حالا یا توی زندان یا توی بیمارستان، چون اصلا از نظر ذهنی این آدم به هیچ وجه سلامتش قابل قبول نبوده و من فکر میکنم که برای همین توی بیمارستان روانی نگهش داشتن. خیلی داستان عجیبیه. من موقعی هم که داشتم میخوندم قشنگ از این حالتهایی که میگن مو به تنت سیخ میشه واقعا برام ترسناک بود، ولی در این حال هیجان انگیز هم بود. گفتم که برای شما هم تعریف کنم، امیدوارم که دوست داشته باشین و نظراتتون رو به هم بگین راجع به سبک داستانایی که دوست دارین، حتما بگین تا توی سلیقه شما براتون داستان پیدا کنم و تعریف کنم. و دیگه همین دیگه، خیلی دوستتون دارم. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. تا یه ویدیوی دیگه، یه برنامه دیگه، خدافظ.